تاریخ مرزی میان گذشته و آینده به زمان حال. کافی است. به اندازه کافی گرم شده. بنابراین حال می توانیم فوراً آن را برداشته و بر پاهای او بپوشیم. پای پدرم را می گویی؟ بله، هر دو پا را می گویم. ابرویش رو تکان داد. نگاه کنید جماعت. خدا ای خدا. قلب او دارد به تپش در می آید. فوراً وسایل فست و بادکش ما را بیاورید. باید او را هرچه سریع تر حجامت کنم. این چیست؟ بس دخترم، آجرها دیگر سرد شدند. برو و هرچه سریع تر آجرهای گرم را بیاور. چشم. ای حکیم بزرگ، باید بگویم که تو معجزه کردی. تو یک مرده را زنده کردی. آری، تو یک طبیب نیستی، تو یک معجزه‌گری. تو او را شفا ندادی، تو او را زنده کردی. من از تو عذرخواهی میکنم. ای کاش زبانم لال میشد و حرفهای بی‌ادبانه‌ای به تو نمیزدم. شرمنده‌ام ای طبیب بزرگوار. اجازه دهید بر پایتان بوسه ای زنم. نه کبیب. این چه کاریست؟ از تو سپاسگزارم برادر. اکنون به من اجازه دهید که خون فاسد را از رگهای او با بادکش بیرون بیاورم تا خون به طور طبیعی در رگهای او گردش کند و شفا یابد. آنجا مهره ای را دفن می کنم. اما کسی تو مراسم خاکسپاری یه مرده شادی نمی کنه که. آری، تو راست می گویید. برویم ببینیم که چه شده است.
چه خبر است؟ ببینم اینجا چه اتفاقی افتاده است؟ حکیم بزرگی به آبادی ما آمده که مرده ها را زنده می کند. او شفا دهنده و معجزه‌گر است. ببخشید نام او چیست؟ نمی دانم، فقط این را می دانم که او مرده ها را زنده می کند. حالا از سراسر آبادی هر کس بیماری صعب العلاج دارد به اینجا می آورد تا این حکیم او را شفا دهد. چگونه این کار را انجام می دهد؟ او مرده ای را که داشتن به خاک می سپردند با چوب بر پایش زد، بعد آجر گرمی بر کف پای او گذاشت. مرد فریادی برآورد و زنده شد. بیایید این معجزه را خود از نزدیک ببینید. واقعا او معجزه گر است و غیر قابل پیش بینی. درست به خاطر ندارم که تو زندگی نامه کدوم یکی این موضوع رو خوندم. این مرده‌ای که اونها میخواستن دفنش کنن نمرده بوده، بلکه سکته کرده بوده. اون معجزه نکرده، بلکه اون مرد رو شفا داده. من این ماجرا رو در کتاب خوندم، اما حالا تو تاریخ داریم اونو با چشمامون میبینیم. یواش. ای مردم، هیچ معجزه ای رخ نداده است. نه، شما تواضع می کنید. ای مردم، او پدر مرا که مرده بود زنده کرد. او را زنده کرد. خود به چشم خود دیدید که او را زنده کرد. دیدم که او را زنده کرد. گوش کنید، گوش دهید. بگذارید برای شما توضیح دهم. قلب این مرد به طور ناگهانی از حرکت ایستاده بود، اما وقتی نبض او را گرفتم دیدم که حرکت خفیف و آرامی دارد. با چوب بر پای او زدم و بعد آجر داغ کردم بر پایش نهادم تا بدنش گرم شود و خون در رگهای او به جریان افتد. قلب او را تحریک کردم. این حاصل کاری بود که من انجام دادم و هر طبیب با تجربه‌ای همان کاری را می‌کرد که من کردم. من سزاوار این همه محبت و توجه نیستم. حال این سکه‌های زر و سیمین و زیورالات را جمع کنید و با آنها برای فرزندان خود مکتبخانه و مدرسه بسازید تا آنها علم بیاموزند، زیرا روشنی علم تاریکی جهل را از میان می‌برد. ای مردم، او راست می‌گوید. این مرد حکیم محمد زکریای رازی است. او یکی از دانشمندان بزرگ جهان است که من سرگذشت او را در کتاب، یعنی سینه به سینه، از این و آن شنیده ام. او مرده ای زنده نکرده، بلکه او را علاج کرده است. شما سرگذشت من را در کدام کتاب خوانده اید؟ شما شخصیت خیلی مهمی هستین آقا. همه شما را میشناسن و درباره شما حرف میزنن. شهرت من آنچنان که شما وصف آن را میکنید نیست پسرم. شما دست اکتشافای مهمی زدین آقا. مثلا چه اختراعی میشود بگویی؟ خب منظور خواهرم اینه که شما در آینده با تلاشی که میکنید، خب یه چیزای خیلی مهمی اختراع میکنید. حالا یه کمی میوه میل کنین آقا. بله، فرصت برای حرف زدن زیاده. حالا شما قصد دارین به کجا سفر کنید ها؟ من قصد دارم که هرچه سریعتر به ری بروم. اتفاقا ما هم قصد سفر به ری رو داریم. بسیار عالی، پس تا هوا تاریک نشده باید راه بیفتیم. به زودی به ری خواهیم رسید. روح سختی را فیلم ده. ماموریت ما که آغاز خواهد شد؟ از همون لحظه که در برانداز پیاده شدیم میدانی که ما وقت بسیار کم داریم. یافتن یک طبیب نامی کار دشواری نیست، اما بردن او کار دست دشوار است. البته اگر مقاومت کند. فرمان امیر است، او را به هر قیمتی است باید ببریم، حتی با زور شمشیر.
راستی تو مطمئن هستی که کسی به حضور ما در این کاروان پی نبرده است؟ البته همه مردان مسلح من در پوشش مبدل هستند. آنها در طول سفر برای مراقبت از شما بارها به ما نزدیک شدند که من خود نیز آنها را نشناختم. Thank you.